سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل محمد و آل محمد و عجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر روایات کتاب شریف کافی هستیم و روایات باب غیبت. جلسه گذشته تا روایت شریفی که خیلی هم زیبا بود از امام کاظم علیه السلام که قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین رو تعبیر به امام کردن که ماء معین امام است، که اگر در زمین فرو برود غیبت امام است، که کی میتونه اون امام رو بیاره. و وجوه تشابه بین آب رو و امام رو جلسه گذشته در محضر دوستان بودیم. امروز در محضر روایت 15 هستیم که نظیرش قبلا گذشته. ان محمد ابن مسلم قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان بلغکم ان صاحبکم غیبتون فلا تنکروها. اگر به شما رسید از جانب اینکه صاحب شما غیبتی دارد و غیبتی محقق شد، فلا تنکروها، باعث انکارتون نشه. تعبیر به زیبای صاحبکم خیلی تعبیر لطیفیه. گاهی در روایات ما مثل روایت بعدی لابد لصاحب هذا الامر تعبیر میشه. صاحب هذا الامر اون نظام امامت و ولایت، که صاحب هذا الامر این امر که امر ولایت و امامته، گاهی صاحب کم تعبیر به صاحب کم اونی که در حقیقت چی هستش، نه صاحب هذا الامر فقط صاحب کم، که این صاحب کم حالا چه در تعبیر اون به صلاح کسی که تو این رابطه شما، او صاحب شماست. حالا صاحب از مصاحب و همراه هم میادا، اما به عنوان صاحب هذا الامر دیگه فقط مصاحب هذا الامر نیست. اون صاحب هذا الامر کسی که این امر در اختیار اوست، لذا وقتی که بله مالک مقصود میشه. و اینجا هم که میفرماید صاحب کم، اون وقت تعبیر خیلی زیبا میشه که ولی الهی، همون مثل انما ولیکم الله، که ولی الهی اولاست از انسان، به نفس انسان و صاحب انسان است. همون جوری که توحید الهی قبلا هم بیان شد که انسان در رابطه با توحید الهی خدای سبحان اون مالکیت مطلقه بر انسان رو دارد، که همه موجودات و از جمله انسان ملک حقیقی خدای سبحان هستند و خدا مالکیت حقیقی رو دارد، و لذا تصرف در ملک محقق می شود. و چون خدا مالک حقیقی است، تصرف در ملک به همه انواع تصرف امکان پذیر است، چون ملک مطلق است. وقتی توحید ولایی هم بیان می شود، که توحید ولایی همون نازله توحید ربوبی است که در مرتبه ولی بر انسان محقق می شود، تصرف ولی هم در دایره ملکیت امکان پذیر است. منتها ملکیت خدای سبحان ملکیت قیومی است و مطلق، ملکیت ولی الهی ملکیت تقومی است و مطلق. که لذا در اینجا هم می‌فرماید که صاحب کم، که این صاحب کم کنایه از همون چی هستش، کسی است که اولای به تصرف در شما از شماست. کسی که اولای به تصرف در شما از شماست. لذا اگر انسان این باور درش ایجاد بشه که صاحبش بشه امام، و تصمیم گیر راجع به او بشه امام، امام تصمیم گیر او باشه، هر اقدامی که میخواد انجام بده به اذن و امر امام باشد، این امام میشه صاحب او.
خب یه صاحب تکوینی داریم که امام صاحب تکوینی است، به لحاظ اینکه همه هستی به اذن او که همون نظام عالم قدر است، که در نظام قدر همه چیز ارادت الرب فی مقادیر الامور تهبت الیکم و تصدر من بیوتکم، که از اونجا تقدیر عالم نشأت میگیره از خدای سبحان به بیوت اولیاء الهی و انسانهای کامل و از اونجا صادر میشود، این تو نظام تکوین الهی است و منحصر به انسان هم نیست، درسته؟ مقادیر الامور، همه مقادیر امور، هر چه که در آسمان ها زمین مقادیر امور تلقی می شود از اونجاست. اما در نظام، علاوه بر نظام تقدیر همه امور، تقدیر انسان هم چی هستش؟ بر عهده امام است و ولایت به صلاح هدایت انسان هم به عهده امام است، که امام ایصال الالمطلوب می کند، دست رو می گیرد و می برد. این صاحب کم با ایصال الالمطلوب خیلی خودشو خوب نشون میده. ایصال الالمطلوب فقط راهنمایی نیست، ایصال الالمطلوب فقط بیان نیست، بلکه ایصال الالمطلوب بردن و رساندنه. یه موقع از شما آدرس میپرسن، میگید از اینجا میرید به اونجا، به اونجا، این چی هستش؟ این آدرس دادنه. اما یه موقع اینم نازل است، اینجوری هم فوق اینا هم میخوایم نزدیک کنیم. یه موقع وقتی از شما آدرس رو میپرسه، کسی میپرسه، دستشو میگیری میبری میرسونیش، این نشونش میدی، قشنگ میبری میرسونیش. از اینم بالاتره، منتهی بخوایم نشون بدیم بیان بکنیم، میشه مثل این ایصال الالمطلوب، نه اینکه حالا دستشو بگیری ببری برسونیش، بلکه تو تمام وجود این بگونه‌ای در حقیقت همراه میشی، که این در نظام وجودیش، تو کمالات وجودیش میرسد به کمالاتش. یعنی یک نظام درونیست، نه بیرونی که دستشو بگیری ببری بازم، نظام درونیست. وقت صاحب کم تو اینجا خودشو خیلی خوب نشون میده. این نظام اگر کسی پذیرفت که او صاحب باشد، یعنی هر امر او در وجود او ابتداءً اطاعت از جانب این شکل میگیره، تو مراحل اولی اطاعت شکل میگیره، کم کم این اطاعت ملکه امر پذیری رو، ایتمار رو در وجود او محقق میکند. وقتی ملکه امر پذیری در وجود او محقق شد، حالا او میشه صاحب این تو نظام تشریع، یعنی اراده او حاکم است. حاکم بودن اراده امام در وجود میشه صاحب بودن، که این میشه صاحب او. خیلی تعبیر لطیف است، لذا از این زیباتر برای انسان که امام صاحب او بشه. وقتی امام صاحب او شد، اثرش این است که فعل انسان به اراده امام شده، یعنی از مرتبه علم امام نشأت گرفته، چون این فعل صاحب است نه فعل من. من تسلیم شدم، ارادم رو و علمم رو با اختیار، در حقیقت در اختیار کی قرار دادم؟ امام قرار دادم. حالا وقتی که از من عملی نشأت میگیرد، عمل در حد علم من دیگه نیست. چرا؟ من تسلیم شدم، میدونم علمم ناقصه، میدونم علم امام کامل است، تسلیم شدم به اراده امام با این که میدونم علم او کامل است. و این تسلیم شدن نشأت گرفتن عمل است از مرتبه علم امام، بدون اینکه من حاجب بشم. قبل از این من میشنیدم، تصمیم میگرفتم انجام بدم یا نه، این حد من حاکم بر این عمل بود، با اینکه اطاعت بود اما حد من حاکم بر عمل بود. به جایی میرسد که اراده امام بدون که در وجود من بیاد و بعد اینجا تبدیل و تبدلی پیدا کنه، مثل معده من هضمو بخواد به عهده بگیره بعد جذب بشه، نه، این مستقیم جذب میشه دیگه. این در حقیقت واسطه ها حذف شدن. انقدر این جان قوی میشه در تبعیت که کن فیکونه، یعنی همچنان که اذا اراد الله ان یقول لشیء کن فیکون، در نظام ایتمار و امر پذیری جان انسان به مرحله میرسد که امر امام است و اطاعت، تا امر میاد که انه ذات دیگری وسط راه نیست، که این ذات امر به ذات برسد، از ذات به مرتبه فعل برسد،
که انه این ذات که خودش ذات و صفت و فعل بود میشه فعل امام همش. این ذات و صفت و فعل میشه چی؟ فعل امام. همون چیزی که در روایات ما به این عنوان که قلوب شما از مرتبه ابدان ما خلق شده، تعبیر خیلی زیبایی است که قلوب ما از مرتبه اعلا علیین خلق شده، حضرات میفرمایند، و ابدان ما از مرتبه علیین خلق شده و قلوب شیعیان از مرتبه علیین که ابدان ما بود خلق شده و ابدانشون از دون علیین. اون موقع همون جوری که بدن امام نسبت به امام ذات جدایی ندارد و نسبت به امام تابع مطلق است، شیعه و ولی الهی در رابطه با اون نظام امامت به جایی میرسد مانند بدن برای امام میشه. اون وقت میتونیم بگیم امام صاحب بدنش هست یا نیست؟ صاحب بدن بودن این بدن رو به کمال رسونده، اوج این بدن ارتباط با این روح است، روح این بدن امام است، صاحب بودن یعنی روح این بدن بودن. پس اگر میگیم که اینجا تعبیر به اصطلاح زیبای ان بلغکم عن صاحبکم، از اونی که صاحب شماست، امر شما در دست اوست، شما مثل بدن برای او هستی تو نظام اطاعت، ان بلغکم عن صاحبکم غیبتون، اگر شنیدید یه غیبتی را، اونم هر چقدر این رابطه قوی تر میشه، غیبت چی میشه برای انسان؟ سخت‌تر میشه. چون یه موقع هستش که یه امامی که من گاهی یادش میافتادم غائب میشه، یه موقع هست یه امامی که روح منه، صاحب منه، رابطش با من هر لحظه است غائب میشه. خب این دوتا خیلی متفاوتند. غیبت این امامی که گاهی من تو هفتهش مثلا یادش می افتادم، خوشم می اومد، یا می دیدم، یا مرتبط می شدم، یه اینجور، یا یه امامی که تو هر نفسی لحظه ای مثل رابطه روح و بدن اینقدر ارتباط زیاد و قوی و شدیده قائب می شه. خب این غیبت خیلی سخت تره. لذا این تعبیر که اگر شنیدید رسید به شما که این صاحب شما غیبتی دارد، فلاتون که روحا، این براتون غیر منتظر نباشد، منتظر باشید. پس اگر انسان منتظر این باشد که اون رابطه ممکنه که همیشه اینجور راحت در دسترس نباشد مثل زمان حضور حضرات معصومین علیهم السلام، با توجه به این که خدای سبحان هم هیچگاه بخل در نعمت ندارد، یک، و از طرف دیگری در روایت قبل داشتیم خدای سبحان اون مرتبه علمی رو که آشکار کرده بر نمیگرداند، اون کمال و رحمتی رو که آشکار کرده جمع نمی کند. اینا خیلی زیباست، یعنی اون رحمتی که آشکار شده جمع نمی شود. با توجه به این نشون میده که اگر این غیبت میخواد محقق بشه، این غیبت کم شدن مرتبه قبل نیست، بلکه چی هستش؟ یه مرتبه دیگریست، یه ظهور دیگریست، یک لطف دیگریست که اون لطف دیگر رو باید انسان آماده باشه برای ارتباط باهاش و استفاده ازش. لذا میفرمایند که اگر یه موقع شنیدید این رو و براتون پیش اومد، فلاتون که روها، این عدم آمادگی باعث انکار نشه که نمیشه، چون خدا رحمتش رو جمع نمی کند، چون خدای سبحان علم رو جمع نمی کند که روایات داشت، پس نمیگه. نه، اینم با یک نگاه دیگری، نگاه اولی نست که غیبت محرومیت به ظاهر، ولی نگاه دقیقی نست که غیبت چی هستش؟ یک بهره‌مندی است برای عبور از بدن، نظام بدن به نظام روح که قبلا بحثش رو مفصل داشتیم. خب بعد میفرم فلاتون که روح ها، پس این رو انکار نکنید، این غیبت را. در روایت بعدی میفرماید که از ابی بصیر، امکان داره انسان مفهومن و قلبا قبول داره غیبت رو، اما عملا غیبت رو انکار بکنه؟ خب بله، یعنی انسان خیلی از اوقات می‌بینید امام رو قبول داره لفظاً، اما انکار داره عملاً. لذا دارد در لحظه موت و احتضار بعضی از کسانی که اقرار داشتن به نظام امامت در ظاهر ولی عملاً مخالفت داشتن، می‌بینن با بغض به حضرات از دنیا میره، چون زبان باطن زبان اصل وجود انسانه و زبان سر انسانه که اساس، نه زبان سر. ادعا که زیاده، اما واقعیت باید ببینیم چقدره. خیلی از ادعاها هست، زبان سر خیلی چیزها رو میگه،
و منافقین در زبان سر از مؤمنین بیانشون زیباتره. همون جوری که عرض کردم که اون منافق خارجی خوارج اومد نشست پیش امیرالمومنین علیه السلام، وقتی دید که اون مؤمن اومد اظهار محبت کرد که یا علی انی احبک و امیرالمومنین علیه السلام تصدیقش کرد که صدقت، اینا هم گفت کاری نداره هر کی بره همینا میگه، رفت نشست جلوی امیرالمومنین با ادب بیشتری و زبان بهتری که یا علی انی احبک. حضرت وقتی که سرشون انداختن پایین بلند کردن گفتن که کذبت، دروغ میگی، من تو رو در اون در حقیقت جنودی که قبل از این عالم بوده و ائتلاف داشتن با هم ارتباط داشتن نمیبینم که با من ارتباط داشته باشی، کاملا ناآشنایی با من. این ناآشنایی خیلی عجیبه ها، یعنی ناآشنایی وجودی که قلوب با هم دیگه ائتلاف دارند و آشنا هستند، که اونایی که ائتلاف دارند با هم دیگه در حقیقت به اصطلاح ارتباط دارن و اونهایی که ناآشنا هستند با اونجا با هم دیگه استنکار دارن. بعد اونجا دارد که امیرالمومنین علیه السلام گفت کذبت و اون اصرار کرد و اون حضرت هم در مقام به اصطلاح اصرار این گفت نه فقط تو دروغ میگی بلکه در مقابل من قیامم میکنی و کشتم میشی، و بعد همین واقع محقق شد. خب پس میشه زبان سر با زبان سر عمدی اگر نباشه و عمل انسان از باب به اصطلاح ضعف و جهل و مثلا تنبلی اینا باشه فرق میکنه، منتها دیگه به قدر به اصطلاح انکار رابطه بود ایجاد میشه، اما گاهی قطع نشده رابطه، انکار باشه قطع میشه، اما اگه انکار نباشه تنبلی باشه قطع نمیشه، اما خب فاصله زیاد میمونه. و این خود مراتب آشنایی خیلی مراتبه، همچنان که مراتب بود هم خیلی مراتبه، اینجوریست که همه در یه رتبه باشن. بله. خب بعد میفرماید در روایت بعدی، روایت بعدی بعضی ضعیف میدونن روایت 16 هم رو به لحاظ علی ابن ابی حمزه بطائنی، بعضی این روایت رو صحیح میدونن، صحیح دونستن با ضعیف دونستن به لحاظ یه راوی، چون این راوی پدرش از به اصطلاح واقف سران واقف بوده و به اصطلاح بعد از امام کاظم علیه السلام اینها از جزء سران واقف شدن، علی ابن حمزه رو بعضی روایتش رو نمیپذیرن. بله خودش هم بوده، بعد خود به لحاظ همین انتصابش به ارتباط با پدر، بعد خود علی ابن ابی حمزه رو، علی ابن ابی حمزه رو در حالی که 500 بیش از 500 روایت ازش نقل شده و تو نقل روایات علی ابن ابی حمزه تقریبا به روایات علی ابن ابی حمزه که تو این 500 تا هست به اصطلاح علمای ما عمل کردن بهش، که عملا به اصطلاح چه کار کردن؟ عملا قبول کردن روایاتش رو، و بعضی خواستن بگن که اینها روایاتی است که قبل از وقف بوده و به لحاظ این عمل کردن. در هر صورت روایاتی که از علی ابن ابی حمزه نقل شده معمولا عمل بهش صورت گرفته، به لحاظ این میتونیم جهت صحت روایت رو با توجه به اون روایات، حالا به عنوان اینکه این قبل از وقف بوده یا خلاصه هر چه که عنوانی که براش درست بکنیم، عمل به روایاتش صورت گرفته، شاید وجه صحت این روایت بیش از وجه ضعفش باشه. غیر از این که در این روایت شریف چند تا نکته ای که ذکر شده با روایات دیگه اغلبش سازگاره، شاید یه نکتهش باشه که در روایات دیگه ذکری ازش به میون نیامده، نه اینکه مقابلش صورت گرفته چیزی، نه شاید منحصر در یه قسمتش باشه. 4 فراز داره این روایت، 4 فرازش خیلی زیباست. 1 لابد لصاحب هذا الامر من غیبه، این فراز اولشه که از امام صادق علیه السلام ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکند، لابد لصاحب هذا الامر من غیبه، لابد یعنی قطعا محقق خواهد شد، موکول به هیچ امر تعلیقی نیست. یه موقع میگیم که ممکن است غیبتی باشد، تعلیق میشه به یه امری، اگر اینجوری باشید شما خوب نباشید وظایفتون انجام ندید غیبت محقق میشود، اگر وظایفتون انجام بدید غیبت محقق نمیشه، این تعلیق به مردم داره و خوب یا بد بودن مردم. اما اگر یه موقع میفرماد لابد لصاحب هذا الامر من غیبه، این در حقیقت تعلیق به هیچی نداره،
این یه امر الهی است که همونجوری قبلا مفصل هم ذیل این صحبت کردیم که این یه امر الهی و تقدیر الهی است و جزو تقدیرات قطعی عالم است. چه مردم خوب باشن چه مردم بد باشن، این غیبت باید باشد. بله، بد بودن مردم مرتبط با طول کشیدن غیبت میشه، اما نه اصل الغیبه، که حتی عرض کردیم که از ظاهر روایات به دست میاد که فرمودن که امام زمان باید در این امت غیبت های همه انبیا تکرار بشه، اون چی که بوده مجموعش لابد در حقیقت من اون غیباتی که از همه انبیا بوده در این امت محقق بشود. حتی اگر که حاکمیت در زمان امام عسکری علیه السلام هم دست اولیاء الهی بود، حتما باز غیبت باید صورت می گرفت. ممکن بود حالا ابتدای غیبت ابتدای مثلا امامت ایشون نباشه، اما حتما غیبت محقق می شود، چنانچه در انبیاء دیگه هم اینجوری بوده. خب پس یه نکته این است که لابد دل صاحب حاصل ام من غیبتین، قبلا هم داشتیم این رو. دومیش لابد دلهو فی غیبت غیبتهی من عزله. این دو نسخه است که پایین هم همینجا آورده، دو نسخه هستش که یکی لابد لهو فی غیبتهی من عزله که در اینجا ذکر شده، یه تعبیر این است که ولا لهو فی غیبتهی من عزله، یعنی بده رو نداره، ولا لهو فی غیبتهی من عزله، کاملا تعبیر با هم اگر که نسخه باشه متعاکس میشه. یعنی یه موقع میفرماد که ولا لهو فی غیبتهی من عزله، اگر غیبت دارد عزلت نیستشا، لا لهو فی غیبتهی من عزله، اینجور نیستش که حضرت جدا بشه از مردم، بلکه در بین مردم است، با مردم است، حشر و نشر دارد، منتها مردم نمیشناسنش. بله، اینو تو روایات دیگه هم داریم که حضرت در بین مردم است و با مردم است، ولی مردم نمیشناسنش. یرون الناس، مردم رو میبیند به اصطلاح، اما در حقیقت چی هستش؟ مردم نمیبینند. این سازگاره، عیبی هم نداره. اما اگر نسخه لا بد له فی غیبته من عزله باشد هم باز معنا صحیح هست، به این معنا که لا بد له فی غیبته من عزله به لحاظ نظام بدنی ارتباط امام با مردم مثل نظام حضور نیست که مردم تو ارتباط بدنی با امام ارتباط داشته باشن. هرچند امام ارتباط دارد، اما از جانب مردم چی هستن؟ در عزلت هستن. همچنان که ما میگیم امام در غیبت هست، برگشتش به این است که مردم در غیبتن، چون میگیم او میبیند مردم نمیبینند، او هست مردم رابطه رو احساس نمیکنن. مثل جریان سنت یوسفی است که یوسف در بین برادرها بود اما برادرها نمیشناختن، همونجور که قبلا داشتیم سنت یوسفی رو. اینجا هم لا بد له فی غیبته من عزله سازگار با این. ممکنه کسی بخواد بگه که لا بد له فی غیبته من عزلتن، یعنی در امر امامت امام بره یه گوشه کاری نداشته باشه، بیکار در نظام امامت. قطعا این جزو در حقیقت چی هستش؟ اون نظام احسن الهی نمی گنجه و با روایات دیگه سازگار نیست که اگر عزلت رو بزنیم به نظام امامت حضرت، که امامت حضرت در یک عزلتی باشد، یعنی کاری به کار مردم نداشته، بره توی کوهی بیابانی مثلا ادریس نبی که در زمانی که هنوز مبعوث به نبوت نشده بود و عنوانی فرد صالحی که تحت تعقیب بود، توی کوهی مشغول عبادت بود، ملکی بر او نازل شد که ادریس نمیخوای با در حقیقت قیام بکنی به عدالت در مثلا پیش مردم؟ گفت چرا نمیخوام، دلم هم میخواد، منتها خب من الان تحت تعقیبم. خطاب میشه بهش که تو مبعوث به نبوت و رسالت شدی و قیام برای اونجا، از کوه پایین آمد و آمد داخل مردم، یعنی وظیفه‌ای به عهده‌اش نبود به عنوان فرد که تحت تعقیبه، به عنوان فردی که تحت تعقیبه مخفی بود، اما امام به عنوان امام که بعث به امامت شده، او که نمیتونه از امامت که هدایت مردم دست برداره. ممکنه در حقیقت تو نظام حضور ارتباط حضوری با شناخت مردم نسبت به او صورت نگیره، اما نظام امامت که برچیده نمیشه، که نظام امامت نظام در حقیقت لحظه به لحظه است. لذا نسبت به علما بوده بارها و بارها که تایید شدن به اصطلاح برای اون جاهایی که به زنگاه بوده، یا در روایت دارد ما دائم حواسمون به شما هست،
ما مراقب شما هستیم. یا در نظام عرض اعمال دارد که هر عملی که انسان انجام میده بر امام عرضه می شود و بالا می رود، امکان نداره بدون عرضه امام، مگه میشه نظام امامت در عزلت باشد؟ یا در جانب تقدیر، مگه میشه اون در حقیقت حقیقتی که همیشه تقدیر بر امام عرضه میشه و از امام به مردم میرسد تو انا انزلنا فی لیلة القدر که اون محقق نشود؟ نه در نظام تقدیر، نه در نظام عرض اعمالی که بالا رفتن اعماله، نه در نظام هدایتگری که دست گرفتنه، امکان عزلت نیست، امکان در حقیقت جدا بودن نیست. اگر عزلتی است به لحاظ این عدم ارتباط شناختی است که این شناخت محقق نمیشه. خب البته لابد له فی عزلت فی غیبته من عزله، که ور ایام دیگر ارتباط تا امام است که مردم میدیدند و میشناختند و این اینجا نه، لابد له فی عزله به این جهت. پس حد مسئله با توجه به روایت دیگه با این معنا هم روشن میشه، نه عزلت به معنای کنارگیری که یه وجهی بشه دیگران بگن اگر امام در عزلت ما هم چی کار کنیم، ما هم به تبع امام هر کی بره توی لانه خودش و تو سوراخ خودش بخزه کاری نداشته باشه به بقیه. این اصلا نه نسبت به نظام امام، دیگه امام نیست اونجا اگه اینجوری باشه. اگر که اگر امام این حالت داشته دیگه امام محسوب نمیشود. خب و نه بله جان، عرض کردم عزلت یعنی اون عدم ارتباط شناختی، عدم ارتباط شناختی با مردم، نه عدم ارتباط با مردم حتی، چون لازمه امامت ارتباطه. اما عدم ارتباط شناختی یک کسی مجهول ارتباط برقرار میکنه، مردم میگن این نیست، نمیشناسن، درسته؟ این نشناختن، رابطه نداشتن ظاهری عزلته. نه در زمان حضرات معصومین دیگه این نبوده، این عزلت و این عدم شناخت نبوده. اما در زمان امام زمان یکی از خصوصیات این عزلت است که شناخت محقق نمی شود، که تقریبا بیان غیبت است، که غیبت لذا لا یرا شخصو، شخصش دیده نمیشه، نه وجودش نیست، نه رابطه نیست، لا یرا شخصو، اون لا یرا جسمو، جسمش دیده نمی شود و شخصش دیده نمی شود. این عزلت در دایره دیدن شخص و جسم که در حقیقت اون رابطه که همیشه قبل از این بود امکان پذیر بود، حالا امکان پذیر نیست، ابی نداره. اما اگر اون لا لهو فی غیبته من عزله نسخه دیگه باشه که غیبت شیخ طوسی اینجوری نقل کرده، این نسخه خیلی دیگه صریح در مسئله است که اگر غیبت هست در غیبت عزلت نیستش، یعنی فعال است، فعال بودن تو نظام امامت، یعنی نظام امامتش غائب نیست، بلکه نظام امامتش فعال است، بلکه در حقیقت چی هستش؟ غیبت هست ولی عزلت نیست. اون بیان با اون درست میشه، با این نگاه هم که اگر لابد له فی غیبتی من عزله هم باشد، با حفظ محکماتی که از قبل داریم معنا به همین صورت شکل میگیره. خب اینم فراز دوم این روایت شریف است. باز میفرماید و نعم المنزل طیبه. طیبه اسم مدینه به اصطلاح مکرم است که میگیم مدینه طیبه. این طیبه که اسمش یثرب بود و یثرب به معنای تعبیری که در لغت شده از سرب و الفساد، وقتی یثرب گذاشته بودن توش در حقیقت معنای این فساد چی شده بود؟ قرار گرفته بود. پیغمبر که وارد مدینه شدن اسم مدینه رو تغییر دادن که فرمودن که نه النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان تسمى به و سماها طیبه یا طیبه، که اونجا رو طیبه نامیدن، که اونجا پاک است، اونجا طهارت دارد و با نام طابه طیبه اسم للمدینه المنوره شد که طیب قرار گرفت، معنا طاهر، لخلوصها من الشرک و تطهیرها من، که دیگه این از شرک پاک شد. یعنی که انهو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم باطن مدینه هم ظاهر مدینه رو، حتی اسمش رو چیکار کردن؟ حتی اسم رو مطابق اون باطن قرار دادن که پذیرای اولین حاکمیت اسلام مدینه شد و این بالاخره یک شرافتیه که این زمین و این شهر پیدا کرد که قدوم مبارک پیغمبر با حاکمیت ظاهری پیغمبر در اون شهر حاکم شد. که اینجا می‌فرماد و نعم المنزل و طیبه، که در روایت سابق هم داشتیم که از امام عسکری علیه السلام وقتی سوال شد که کجا پیداش بکنیم اون در حقیقت ولیمون رو که
به اصطلاح بعد از شما فرمودن در مدینه، یعنی در مدینه به اصطلاح اون تعبیر به اصطلاح بیانش هم این بودش که عین اسالو ان قال بالمدینه، بالمدینه. حالا بعضی خواستن بگن که بالمدینه در اونجا، یا نعم المنزل و طیبه، که طیبه در اینجا مقصود در حقیقت شهر مدینه نیست، بلکه در حقیقت یه جایی، هر جایی که اینجا طیبه مقصود باشد یا اونجا گفتن المدینه مقصود شهر باشد. اما با توجه به اصطلاح این عطف این دو روایت به هم که اونجا فرمودن المدینه نه مطلق شهر باشد، چون اینجا هم فرمودن طیبه که نام خاص مدینه به اصطلاح مدینه طیبه است، نشون میده که این مدینه رو میگن. اما منتهای بحثه، آیا این مختص به دوران غیبت صغراست که مقصود این بودش که او رو در مدینه بیابید یا در مدینه طیبه بیابید، مربوط به دوران غیبت صغراست که اونجا بوده و حضرت نواب ارتباط برقرار میکردن و جاش هم میدونستن و ارتباط برقرار میکردن، یا در دوران غیبت کبرا هم یه تعلق ویژه ای از حضرت به مدینه باشد، هرچند حضورشون در همه جا امکان پذیر است و ارتباط دارن، اما یه تعلق ویژه‌ای در مدینه باشد بی در حقیقت به اصطلاح اصل نیست، احتمال میتونه احتمال منجز یا معقولی یا ممکنی باشد که یک وجه ترجیحی در بودن ایشون در مدینه هست، همچنان که در بعضی از مشاهدات اولیاء الهی بوده که بعضی از روایات و نقل‌های نزدیک روایی هم تایید میکند که هر روز حضرت نماز صبحشون رو در مکه مکرمه میخونن و بعد از اونجا با اون در حقیقت جماعتی که پشت سر ایشون هستن، که حالا ابدال و اوتاد و در حقیقت اون افرادی که هستن، اینها بعد پخش میشن در سراسر عالم که اینا میشن به اصطلاح جنود حضرت و اوامر حضرت رو اطاعت میکنن در سراسر عالم که باید محقق بشود هر روز، که این جمع شدن و پخش شدن امکان پذیره و این مکه مکرمه هم در اون شهودات به اصطلاح شهودات متعددی برای افراد بوده که نزدیک به مضمون روایت هم با او هست که افرادی کنارشون هستن. و ادامه این روایت هم باز تایید میکند که و ما به سلاسینه من وحشه، که کسی که 30 نفر همراه او هستن برای او تنهایی نیست. وحشت به معنای تنهایی، نه وحشت به معنای ترس دیگه. او تنهایی ندارد، 30 نفر همراه او هستن. اگر سلاسی رو چی گرفتیم؟ افرادی که با حضرت هستن گرفتیم. بعضی خواستن بگن که و ما به 30 من وحشه، سن حضرت است که در حدود 30 سالگی است، یعنی ظهور حضرت در نه زمان ظهور، ظهور حضرت در دوران غیبتش و سن حضرت در دوران غیبتش حدود 30 سالگی است و کسی که حدود 30 سالگی است احساس تنهایی نمی کنه، چون اون حالت قوه و فاعلیت که در دوران 30 سالگی است کمتر احساس تنهایی رو. بعضی خواستن این رو بگن، اما شاید همون ما به 30 من وحشه که افرادی که کنارش هستن و اون به صورت اون مضمونی که در مصباح کفعمی هم در حاشیه مرحوم کفعمی نقل کرده، روایتی رو به این مضمون، نقلی رو به این مضمون آورده، مؤید این هست که افرادی با او هستند و ارتباط دارن و تو نظام امامت او رو یاری میکنن، جنود او هستند. و لذا در نقل هم در به اصطلاح بعضی از کلمات هم هست که هر کدوم چند طبقه هستن در ارتباط با حضرت، که هر کدوم از طبقات بالا از دنیا برن، یکی از طبقات پایین یه مرتبه میره بالاتر، به اون طبقه بالا اضافه میشه تا این اعداد همیشه محفوظ باشد و در نهایت یکی از بیرون جذب اون آخرین طبقه میشه تا چی بشه؟ این اعداد همیشه محفوظ باشد. که بعضی ها حتی داریم که یک دفعه گم میشدن و دیگه دیده نمیشدن، خب نقل هست که دیگه دیدم نمیشدن، که بعض میگن اینها از جزو رجال الغیب بودن. البته منافات با این هم ندارد که آشکار هم باشن، ولی مردم نمیدونن که اینها جزو چی هستن، جزو کسانی هستن که مرتبط با اون جانب هستن و هیچ جایی هم ادعا و اظهاری بر این نیست که ما مرتبطیم. اینم خلاصه جزو مساوی الله، بحث باب بودن و رابطه داشتن چی میشد؟ خودش یک باب انحرافی رو ایجاد میکرد. اینا هیچ ادعایی ندارن و هیچ کسی به این عنوان اونها رو نمیشناسه و البته هر کدوم از اینها هم ادعی رو مرتبطن و این ارتباطات باعث میشه که نظام دستگاه ولایت و امامت
با مراتب افرادی که بهره مند میخوان بشن مراتب دارن دیگه، گاهی با خود حضرت مرتبط میشن، گاهی با جنود حضرت و یاران و اعوان حضرت مرتبط میشن، بستگی داره در چه رتبه ای از مراتب کمال باشن یا اون واقعه چه نسب لزومی داشته باشد. خیلی نمیخوایم راجع به این جزئی بشیم چون محکماتی در این مسئله در کار نیست. بله تنهایی و وحشت، اینجا هم تنهاییشو داره میزنه هم وحشتشو، که هم 30 نفر همراه میزن بله. هم وحشتشو بله. خب مسلمه میخواد این بگه که تنها نیستش و عزلتش عزلت تنها بودن نیست، اما بله بله و همین وحشت هم نیست. منتها ما انسان هر چقدر قوی باشه هیچ موقع تنهایی باعث وحشتش نمیشه، حتی چند که همه تردش کرده باشن، حتی اگه تو سلول انفرادی باشد، یعنی انسانی که کمال دارد در سلول انفرادی هم احساس وحشت نمی کند، چون تنها نیست. کسی که هو معکم اینما کنتم رو باور داره هیچ دقیقت. لذا گاهی حضرات معصومین رو که تو سلول انفرادی سالیانی هم نگه می داشتن یا در چاه حتی مثلا به اصطلاح نگه می داشتن، حضرات هیچ احساس سجن نمی کردن، احساس وحشت نمی کردن. قطعا همینجوری است، اما بیان در اینجا مقصود همون است که رابطه ها برقرار است و ما به سلاسی. حالا این که ما به سلاسی نمن وحشه، آیا دوران باز غیبت صغرا است که بعضیا خواستن بگن که این در دوران غیبت صغرا بوده یا نه عام است؟ به نظر میرسه که هم اون و نعم المنزل و طیبه و ما به سلاسی نه من وحشه همه شامل هر دو دوران غیبت میشه و اختصاصی به دوران غیبت صغرا که بعضی خواستن البته بگن نه همه نداشته باشه. خب بعد در ادامه روایت بعدی میفرماید این روایت شریف این چند نکته رو داشت و هر چند تا نکتهش هم مفید بود. در روایت بعدی میفرماید که ان ابان ابن تقلب قال ابو عبدالله علیه السلام کیف انت اذا وقعت البچه بین المسجدین فیعرض العلم کما تعرض الحیت فی جهرها واختلفت الشیعه و سما بعضهم بعضا کذابین و تفل بعضهم فی وجوه بعض قلت جلت فداک ما عند ذلک من خیر فقال لی الخیر کله عند ذلک ثلاثا. این روایت شریف رو نحوه دیگرش رو قبلا داشتیم، اما این مقدمش کیف انت اذا وقعت البچه، بچه تعبیری که در لغت میشه اون سطوت و اخذ به بسیار شدت رو میگن، که این چند مصداق براش ذکر شده. یه مصداق معروفش همون در قد بین مسجد الحرام و مسجد النبی است، بین این دو مسجد، که اون سفیانی چی میشه؟ اون سفیانی خصف به بیدا که در حقیقت ذکر میشه، اون خصف بیدا که یه بیابانی است بین اونجا که تو مسیری که دارن میرن یه قسمتی دیگری که یه خورده منحرف بشن، اون بیدا نزدیک اگر اشتباه نکنم، حالا رفتم چون من یه بار مورو که بردن اونجا نشون دادن، حالا چون خیلی سال پیشه، اون بیدا صحرای بیدا رو که نشون دادن اونجا در حقیقت چیه معروف بر این است که اون خصف اونجا محقق میشود. این که اینجا میفرماید که اذا وقعت البچه بین المسجدین، اون خصفی که محقق می شود بین دو مسجد رو کیف انت، حال چگونه است، یعنی داره بیان میکنه حضرت که این یه همچین مسئله نشونم داده میشه که یه مسئله خیلی مهم و عظیمی است و یکی از وقایع سرنوشت ساز است، فقط یه خصف عادی نیست، به خصوص با توجه به اینکه قبلش در روایت دارد که سفیانی وقتی که این حمله رو صورت میده حضرت مجبور میشن قدری عقب نشینی میکنن، یعنی نشون میده که یه قدری عقب نشینی در اونجا محقق میشود و بعد خدای سبحان این خصف رو اونجا محقق میکنه. این اگر که تو نظام تعارض نبرد حق و باطل که از ابتدای تاریخ بوده، اونم در زمان قیام حضرت، در مقام قیام حضرت بوده، هنوز سلطه حضرت محقق نشده، در مقام قیام حضرت بوده، معلوم میشه یه نبرد جدی بین حق و باطل است که حضرت حتی مجبور میشه چی بشه؟
قدری حتی عقب نشینی بکند تا این خصف اون وقت خودش یه تأیید بزرگی نسبت به حضرت صورت میگیره که یک به اصطلاح جهت تأییدی قوی نسبت به نهضت حضرت و نبرد حق علیه باطل شکل میگیرد. لذا میفرماید کیف انت، نشون میده این واقع از اون واقعهای خیلی تأثیرگذار در نظام هدایت بین حق و باطل است. اذا وقعت البتشت و بین المسجد، بعضی خواستن بگن که این مسجدین مسجد سهله و کوفه است که بین اونجا نبرد مهمی واقع میشه که اون نبرد مهم باعث میشه که حق اونجا چی بشه؟ حق اونجا پایدارتر آشکار بشه. و بعضی خواستن در حقیقت این رو بین همون مسجد نبی و مسجد مدینه، مسجد النبی و مسجد الحرام بدانن، اما زمان عباسیان، یعنی بعد همون دوروبر زمان امام صادق علیه السلام، که این شخصی که به عنوان اینجا در روایت به عنوان ابان ابن تقلب حضرت خطاب کیف انت، که او هم میبیند انگار این رو، کیف انت اذا وقعت البچه، که هر سه تا اینها گفته شده، اما شاید در حقیقت مانعی نداشته باشه که یه حقیقتی در مراحل مختلف تاریخ ظهورات مختلفی داشته باشد که اون در زمان عباسیان مرتبه از این ظهور محقق شد مصداقی، و در زمان بین مسجد سهله و کوفه هم مصداقش محقق بشود و اون عظمتش و مرتبه عالیش در کجا محقق بشود؟ در بین مسجد الحرام و مسجد النبی، که همون جوری که تاریخ تکرار میشه، امکان تکرار تاریخ رو حضرات خودشون فرمودن که کاملا تاریخ تکرار میشه و تمام کمالش در زمان ظهور تاریخ تکرار خواهد شد، از اون گزاره هم استفاده بکنیم بگیم اینها هم تکرار تاریخ در یک گزارها اینجوری و پیش بینی ها نسبت به همه اینها صدق میکند و اینجور نیستش که منحصر به یکی دون دیگری باشد و اینا مراتب یه واقعیت میشن. اینم میتونه یه بیانی برای این باشد که این مصادیق تخطئه نشن اگر تطبیق شده در بعضی روایات بر این مسئله، اون روایات هم کنار گذاشته نمیشود به عنوان مراتب. خب فیعرض العلم کما، حالا بعضی نسخه ها خوندن فیعرض العلم، یعرض العلم گفتیم که عرضه جمع شدنه، یعرض العلم یعنی یقبض العلم، علم قبض میشود، جمع میشود، کما تعرض الحیه فی جهرها، مثل این که مار تو سوراخ خودش رو جمع میکند وقتی تو سوراخ میره، دیگه نمیخواد لونه اینقدر بزرگ به طول مار باشد، به قدری میشه که مار وقتی خودش رو جمع میکنه تو اونجا جام میشه. میگه یعرض العلم بعد از این واقعه، یا یعرض العلم اگر علم باشد، یعنی رایت و اون پرچمی که داشت مطرح میشد تو یه مدتی چی میشه؟ تو این واقعه که داره پیش میاد یه مدتی یعرضو، این پرچم انگار از اون برافراشتگی چی میشه؟ جمع میشود، یعنی معلوم میشه که دوران قیام، چون ما قیام جریان حضرت دو دوره دارد، یه دوران قیام حضرت است که دوران قیام خیلی بالا پایین شدن داره، یعنی جنگ حضرت با دجال حالا چه جوریست و با چه اونا حالا الان نمیخوایم تو مفصلش، یکی با سفیانی، یکی با دجال، یکی اون قیام های مختلفی که از مثلا لشکر حسنی و خراسانی و نمیدونم یمانی اینها شکل میگیرد، هر کدوم از اینا دوران قیامه، از قبل از قیام حضرت تا خود قیام حضرت و یک دوران تثبیت حاکمیت حضرته. دوران تثبیت احکامش متفاوت میشه که بعدن انشاءالله اگر فرصتی شد یه وقتی این رو عرض میکنیم. لذا بعضی از روایات که آمده میفرماین مثلا زمانی که حضرت ظهور میکنن توبه قبول نمیشود، این مربوط به دوران تثبیت حکومت حضرته. اگر در جای میفرماین توبه قبول میشود، این مربوط به دوران قیام حضرته. اگر میفرمان ادعی پس از این که حضرت آمدن از حضرت فرار کردن دوباره برمیگردن، این مربوط به دوران قیام حضرته. یعنی اینا باید احکامشون متفاوت باشد. خیلی از احکام در حقیقت روایت که آمده اگر جمع بین این دو دوره رو نکنیم گاهی متناقض جلوه میکنه و به اصطلاح ممکنه بگیم اینا با هم جمع نمیشه. چرا این دو دوره رو درست دیدن بلکه سه دوره، حالا همون دو دوره رو فعلا داشته باشه، این دو دوره میتونه احکام مختلفی هم داشته باشد. میفرماید که کما تعرض الحیه فی جهرها و اختلافت شیعه، در اینجا که این جریان به اصطلاح فشاری که پیش آمد اون بچه و یعرض العلم یا علم و اختلافت شیعه، شیعه به اختلاف کشیده میشن، بعضی رو کذاب میدونن
و تفل بعضهم فی وجوه بعض، حتی آبدهان به روی هم می اندازن. این آبدهان انداختن برخوردهای تنده که دیگه برخورد، یه موقع است برخورد علمیه فقط، حرف تو گفتاره، یه موقع است نه عملی هم کشیده میشه به بعضی از مراحل عمل. تفل بعضهم فی وجوه بعض، اونجا فرماید که قلت و جلت و فداک ما انتظار کمین خیر، اینجا دیگه خیر نیست، معلومه که این فشارها و ارتباطات اینجوری که شیعیان هم به جون هم میفتن. قال لی الخیر و کله اندزالک، این خیلی بیان زیبایی است که نشون میده شیعه تو طول تاریخ نباید به گونه ای باشه که بره تو لاک خودش کاری به کاری نداشته باشه. اینجا حضرت میفرماد اون دوره ای که حتی این اختلافات شدید میشه دورانی است که الخیر و کله اندزالک. حالا دو معنا شده، الخیر و کلو اندزالکه یعنی اینجا قرب فرج است، بعدش فرج محقق میشه، این خیر میشه فرج. یکی این است که نه، الخیر و کلو اندزالکه خود همونه، یعنی خود این نشونه رشد شیعه داره میشه. یعنی شیعه وقتی در مقام اقامه است، وقتی در مقام در حقیقت به پا خواستنه، در مقام پیاده کردنه، حتما یه دی از شیعیان با توجه به اون فهم غلطی که از دین داشتن بر نمیتابن و مقابل اینا می ایستن و تخطئه میکنن، حتی به مقابله های تفل بعضهم فی وجوه بعض هم کشیده میشود. اما خیر همینجاست که شیعه اینجور نیستش که در یه گوشه ای بی صدا کاری به هیچکی نداشته باشه نخزیده، بلکه اونجایی که در مقام در حقیقت قیامه، چون اونجا اختلافش نمیاد، وقتی که کاری کسی به کسی نداره، هر کی تو لاک خودشه، اختلاف که پیش نمیاد. کی اختلافش میاد؟ وقتی که جایی است مطرح شدن فکر است، مطرح شدن در حقیقت تفکر است، اونجایی که تفکر داره مطرح میشه این اختلاف امکان بروز و ظهور پیدا میکند. پس اونجاست که خیر محقق میشود، یعنی میدان برای شیعه پیدا شده و این میدان پیدا شدن در حقیقت زمینه رشد شیعه رو محقق میکند که حضرت سه بار میفرمایند الخیر کله اندزالک. پس شیعه باکی از این ندارد که تو عرصه و میدان وارد بشود و بیاد افکارش رو مطرح بکند، هرچند که ممکنه عده‌ای با او مخالفت بکنند و در مقابل او بایستند و این فکر رو تخطئه بکنند و به عنوان شیعیان دیگری این فکر رو تخطئه بکنند. اما اینجاست که حقیقت خیر خودش رو می نمایاند. انشالله خدای سبحان ما رو از کسانی قرار بده که مروج تفکر اهل بیت علیهم السلام با اون نسبت صحیحش به اهل بیت باشیم و از اون هوای نفس خودمون در تفسیر کلمات اهل بیت علیهم السلام محفوظ و مسون باشیم. و اگر هم جایی در مقابل تفکری می ایستیم، اون تفکر غلط باشد که اینجا شامل این در حقیقت خیری که حضرت فرمودن، اون در حقیقت ما هم بشویم انشاءالله دایره تفکر شیعه رو، اقامش رو و بستش رو انشاءالله خدای سبحان ما رو هم مجرای اون کار قرار بده که مروج فکر صحیح شیعه و امام و امامان اهل بیت علیهم السلام باشی. جانم؟ بله؟ حالا تو این که آب دهان انداختن، کی این آب دهان رو میندازه؟ آیا اون کسانی که به اصطلاح در مقابل اینها می ایستن؟ چون ما بنامون بر این استش که آب دهان انداختن به صورت ابتدایی حتما از کسی که کلامش صحیحه صورت نمیگیره. به نظر میرسد که تفل بعضهم فی وجوه بعض کسانی هستن که به اون مشرب صحیح قائل نیستن، جوسازی میخوان بکنن. این نشون از این است که مقابله ها مقابله از جانب مقابل شروع میشه. البته اگر که مقابله به شدت گرفت، کسی که حرف صحیح دارد با حرف بیان میکند، اما اگر به جایی رسید که لازم شد اونم برخوردی داشته باشه، دیگه اونجا قصاصی و جزایی است، اونجا دیگه به عنوان جزایی ندارد که به اصطلاح برخورد صورت بگیرد. اما ابتدایی از جانب کسانی که مروج مکتب اهل بیت هستن ابتدایی صورت نمیگیره. بله دیگه، بله دیگه، اختلافت شیعه و سما بعضهم بعضا کذابین، که بعضی جان خب قطعا چرا، منتها اسم شیعه بین مردم دارد که شیعان به جون هم افتادن، نشون میده که هرچی جلوتر میره دایره خلوص و خالصسازی و مهوزت شدیدتر میشه دیگه. گاهی بین کفر و ایمان است، گاهی بین اسلام و ایمان است، گاهی بین مراتب ایمان است. دایره مهوزت هیچی میشه؟ سختتر میشه.
که بین مراتب ایمان کار سخت‌تر میشه، اختلاف بین شیعیان میشه. اینجا در حقیقت رشد دین هم تو اینجا خودش رو نشون میده که برسن به اونجایی که هی موهوزت شدیدتر بشه. منتها این منافات با این ندارد که در اونجا دایره دعوت حضرت جهانی میشه و ریزش ها در کنار رویش ها شکل میگیرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.